سید رضا خادم نیشابوری. الحمدلله همه درسارم هم خوب خوندید. عرض کنم 3 سال اول که همون نیشابور خودمان بوده، بعد یه 2 سالی رفتم مشهد مدرسه خان، 2 سال اخیرم که مدرسه کمالی یزد بودم، حالا هم که بله. چه سعادتی، اینطور که پیداست منظورم خدمت حاج آقا سعادت خوندید. بله احسنت احسنت. به لطف خدا حالا ما اومدیم تهران، اگه بشه سعادت باشه از درس اخلاق حاج آقا رحیم استفاده کنیم. ماشاءالله اندازه یه خاور اساس داری سید. سید نهبری یاد رفتش خالی کنی ها. خیلی سکت هم باید. سید دفت کمر میگیره. آقا سید قربه دستت بیزمت این سینیه چایی رو میگیری؟ دستت دارم. عاطف جونی بیا تو ماما سرما نخوری. دارم کمک میکنم. اینقدر اذیت نکن، شیطونه نکن، کشتی زبان بست ماهیه را. 4 نفر آدمن اندازه 1 ایل اساس آورده، یعنی چه؟ ای اذیت نیگه دار. یعنی دارین چه صابخونه خوش اخلاقی براتون پیدا کردم؟ شلا ازم خونم کمالاتش تکمیل ها. حمید آقا مطمئنی خونه برای ما مناسبه؟ سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم آسد رضا. کجا با این عجله؟ آج آقا دنبال همین کارهای انتقال شهری هستم با اجازه. هنوز درست نشده؟ شکر خدا اقداماتی شده، میگن یه ماه زمان میبره دیگه. کلاس آج آقا رحیم وقت شما رو نمیگیره. اگه خودت مایل بودی میدونی تدریس کنی. حالا البته دروس مقدماتی ها. محبت دارین آج آقا. بنده حالا طلبه هستم، باید شاگردی کنم. منافاتی نداری؟ والا اگه اجازه بدین میخوام فرصت یادگیری رو از دست ندم. این روزا کسی واسه کتاب پول نمیده. مردم روزنامه‌ش هم به زور میخونن، چه برسه به کتاب. اونم یه همچین کتاب عتیقه که شما دنبالش میگردی. نفش غم کردی؟ گفتی موضوع کتاب چی بود؟ اخلاق آج آقا، در باب اخلاق نظری. اخلاق؟ بگرد بگرد همون بالا مالاها شاید پیداش بکنی. پول پیش اجاره خونه رفتم ریختم بانک به حساب اعظم خانم. میدونی آقا سید حسابش برای ثبت نام حجه. همین سر خیابونم یه دکتر چشمه. رفتم برای شما نوبت بگیرم، سرش خیلی شلوغ بود. گفت 4 ماه دیگه. مدرسه عاطفه‌ام خیلی نزدیکه. مدیرشون خیلی خانم بود. ثبت نام نمی‌کردن، نه که 3 ماه از سال گذشته. هم که فهمید شما طلبه‌ای نه نیاورد. آقا سید یه چیزی میگم نه نیاریا. خب هم بفرمایی. فردا برو بازار یه عبای نو بگیر. عبا بر چی؟ عبا خود... دیگه پاک کنه شده، تو تهران خوبیت نداره. نگران پولش هم نبا. طوریشو بازی ببینم خدا منو بکشه. نه خیر چیزی نشده. نه خیر نه بابا. نمیدونم چرا یه وقتایی چشام دو میزنه، همین سر انگشتام هم گزگز میکنه. میگم آقا سید یه وقت مرض ناجوری نباشه. زهرا صدادی حرفا چیه؟ برای خستگیه. مدت شما خسته شدی حرفا چیه میزنی؟ سلام علیکم آسد رضا. علیکم سلام آج آقا. سلام علیکم. بلالله خدمتون عارضم که جلسات درس حاج آقا رحیم از هفته دیگه در اینجا برقرار. آشه خادی مطلعن ما خیلی تلاش کردیم تا ایشون رو متقاعد کنیم که جلسات درس اخلاقشون رو در مدرسه ما برگزار کنن. خدا خیرتون بده. فلزا همه باید تلاش کنیم که درس ایشون مرتب و منظم پیش بره. بی‌نظمی هم از طرف آقایون طلاب نباشه بهتره. متوجه عرضم هستید که؟ بله. نمازتون دیر نشه، التماس دعا. بفرمایید. شاممون داشت میسوخت. برای عاطفه جونی ماکارونی درست کردم. یه ذره دیگه سبکاری تموم میشه ماما. بیا بگی. یه روپوش قشنگی برای خانم جونی درست کنم. بذار ببینم تکون نخورم. امیرآقا بابا رو اذیت نکنی. نه اذیت نمیکنه. اومده سراغ کتابای بابا. یا بابا. یا بابا.
زهرا صادق فکر کنم بچه خود چه کثیف کرده. آمدم بیا ماما جونی، کار خرابی کردی، بیا بغل ماما. ماما باز که رفتی؟ حاطفه جونی یه ذره صبر کن الان میام. این داداشی گناه داره، پاش میسوزه. خسته شدم. زهرا صادق اگه میتونی با یاج خانم صحبت کنی که مراد سنشو بکنه. نه آقا سید، یه ازم خانم تنها نیست که، یه دختری هم باشه یمونم نوشه، حالا اینکه چرا قایمش میکنه خدا عالمه. امیر آقا تمیز شده، گل شده. آقا سید بی زحمت اون چراغ آشپزخونه رو خاموش میکنی غذا تر نگیره؟ زهرا صادق اون موقعی وضو میگرفتم گفته چیکار کنم؟ چیز مهمی نبود. سید ابا عمواتی گرفتیم یه توکپا میریم بازار فرش، اونجا یه حاج مسعودی هست خیلی آدم خوبیه، با من آشناس، از جهت فروش قالیچه عرض میکنم. حالا تا قالیچه تموم شه وقت زیاده. البته ما برای تملق چاپلوسی گفتیم واسه حاج خانم مادر امینعلی برکی آستینی واسه ما بالا بزنه. سید نمیدونم چی حکمتی به طلبه جماعت دختر نمیدن، من اگه چی بشه شانس بیاری مثل یکی از این مدرسه های ما هادی دورچه‌ای رفته دختر یکی از این کله گنده های صنف طلا و جواهر گرفته. هم دنیا رو داره هم آخرت. بله بخند بخند، بایدم بخندی، درد تنهایی نکشیده که. روز باربری و درس و بحث و مدرسه، شبم تا صبح باید با شیطان رجیم سر کله بزنی. نه داری که یا خیلی چیه ماما؟ ببین چه دختر نازیه. بیا ماما این بشقابا رو ببر تا منم پلو بیارم. مامانی یه دقیقه صبر کن. امیر آقا بخوره. گان 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 بخو ماما، بخو قومونت برم. ماما سلام خانم قشنگه، چرا نمیان تو؟ غذا خوردی؟ نه نه خورده. اسمتو با خاله نمیگی؟ هر کی اسمشو اول گفت برنده است. آتفه اسمم آیداست. خدا پس مشکل نیست چشم هم بزنی بهمن هاشمی نیست اگه شب بشم. مامان بریم اینجا. کجا مامان؟ شهر بازی، همه شست با بازیه. دست شما درد نکنه. اگه عاطفه جونی تو مدرسه تهران شاگرد اول بشه میبرم شهر بازی. مامان گشتمه کشتم میخوریم. عاطفه جونی اینو بخور تا شام حاضر شه. بخور. آهای کوچولو هم مال امیر آقا. بفرمایی مامان بحبه. اینجا هوا سرده، شما که اصلا حواست به خودت نیست. دست شما درد نکنه. با یه همه گرفتاری که وقت کردی اینو ببافی. آقا سید جاکتت هم کنه شده، ایشالای دو سه روز فرصت کنم میرم کانوا میگیرم یکی آخ چی شد؟ هیچی چیزی نیستش، همه گفتم که چشم گاهی دو دو میزنه. بده دستو ببینم. چیزی نیست، زخم که دیدن نداره، شما به کارت برس، من خودم درستش میکنم. عاطفه جونی ماما بیا این سفره رو ببر.
آتف جونی زود باش، ما اون دیر شد. واکمن خرابه. خراب نیست قربونت برم، شما حواست به تلویزیونه. آقا سید یه روز هوا خیلی سرده، شال گردن یادت نره بودمون. ماشاءالله آقا سید. حالا شدی یه طلبه تهرانی. لازم نکردم نامه بنویسی، هرچی میخوایم به خودم بگو. بیا برو تو. عزم خانم من با خودم میبرمش، مراقبشا. اذیتت میکنه آخو خانم جان. چند دستی کمک میکنه، شما بیرون چیزی نمیخواد؟ چرا نیم کیلو سبزی خوردن اگه گیرد اومد بخرد، یا دست شما در چون شهرمنده جد بزرگواردم، اگر اون عمامه رو از سرت برداری شاید مشتری به پست ما بخوره. شما هم یه زحمتی بکش، یکی دو ساعت این کاسبی رو فراموش کن، بذار ما این جلسه اول به موقع برسیم کلاس. شما چرا با این همه کمالاتتون؟ کسب روزی حلال نقدن عین جهاده. مکاسب شیخ انصاری که انشالله مطالعه کردیم. الله اکبر. اینم برای کسب روزی حلال شما. خدا رو شکر در این همه بحث و گفتگو شما مسائل مربوط به کسب و کار خوب یاد گرفتید. نقدن تایی فرمودید. حضرت حق انگار ما رو ساخته واسه باربری. بعد خب آقا جون ما دوستاش ما رو تو لباس روحانی ببینید. ما هم که دل نازک دلش نشکنید. الان قرار نیست مشتری جامع و شرایط بشم. همین سطح و مقدمات واسه رتق و فتق امور شهر ما کافیه. الحمدلله روزی ما هم رسید. آسد رضا سلام علیکم. آتا علیکم السلام. شما مثل یه تذکرات بنده رو فراموش کردید. اختیار دارین آج آقایی، چه حرفی؟ یه مشکلی پیش آمد. علی حال جلسه امروز که تموم شد، انشالله جلسه بعد. باعث بشه عجله نکن حمید آقا، انشالله جلسه بعد. خواستید خوب بنده خدا گناه داشت، آدرس هم که بلد نبود. دیدین که خدا رو خوش نمیواد اگه همینجوری برش میکردیم. اوسی جلسه اول که مقدماته که، ماشاءالله خودتون بلدین دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم آقا شهادی دارچه ای؟ بفرمایید. دیگه این همون شیخیه گفتم دختر سنف طلا فروش ها اینا به خاطر هستش که نغافل با هم سوز جو بی زحمت یه لیوانو بر عاطفه میاری؟ ببخشیده نمیدم چرا یه هایی جوری شدم. خسته شدی، یکم استراحت کنی خوب میشی. بیا عاطفه جون بخونم. عاطفه هم خوابید. میدونی آقا سید عاطفه جونی هم این خودم شده، نصف شب از خواب بیدار میشه تشنشه. زهرا صدا شما حالت خوبه؟
هیچ. نه خوبم خوبم شدم. اینه او بی بی جان خدا بیامرزم، پاهم جون نداره، نمیتونم تکونش بدم. برم بخوابم، فردا خوب میشم. آقا رفیقت کجاست؟ آقا بیا این ماشین رو ببر. الان آمبولانس داره برای من مسئولیت داره. بیمار رو ببریم شهر. الان. ببر بذار اون ور کیوز. بله چه خوبه، اینم الان حکم آمبولانس داره دیگه، بیمار آوردیم. آخه این کجاش حکم آمبولانس داره؟ بابا من مسئولم. بعد بهمون رشت. الان آقا شما برید داخل، من جابجاش می‌کنم. چش کدوم ور ببرم؟ ببر اون ور کیوز. خیلی بهتره. نه هنوز درد می‌کنه. الان یه آمپول دادن خوب شد. سلام علیکم. چی شده؟ والا چه عرض کنم آقای دکتر، یه چند روزی هست میگن که چشاشون دو دو میزنه، انگشتاشون گزگز میکنه، البته زیاد کار میکنن. امشب ناغافل پاهاشون سوس شد، حدث بنده اینه که به خاطر همین کار زیاد باشه. چند وقت اینجوری شدی؟ همین یه چند ماهی میشه. خودش میگه چند ماه، شما میگه چند روز. بیمه هست؟ خانم پرستار، خانم پرستار. پاهات هم میرسه؟ بله آقای جز. کجاش؟ همه جز. اینجا هست داری؟ نه. اینجا چی؟ نه اینجا یکم چشماتم دو دو میزنه. آقای دکتر خدا صاحبتون بده. این پاک هم همینطوره؟ بله. سوزن سوزن میشه؟ بله. سلام علیکم. کسی اینجا نیست؟ آقا سید، تو رو جدت منو ببر خونه، طوریم نیست با خدا، تا صبح خوب میشم. اینجا یه خوفی داره. سلام علیکم. آزمایش داری؟ بله بله بفهم. خب آزمایش رو که دادی، درد که نداری؟ نه آقای دکتر، میتونم برم خونه؟ بس برای چی اومدی؟ بعد تا صبح صبر کنی جواب آزمایشت بیاد، دکتر متخصص هم ببینه تت. بعد میگم یه آرام بخش بش بزنن استراحت کن. شما هم همینجا باشید که اگه وقت کاری داشت. دکتر اگه بشه من برم خونه، بچه همون تنها. خودت میدونی، فقط زود برگرد، ممکنه کاری داشته باشه. خانم من تو اتاقم هم، اگه موردی پیش اومد خبر کنید. چشم آقای دکتر. Thank you.
پاشو استوه پاشو دیگه چقدر میخوابی؟ پاشو پاشو دیگه خوره زهرا کو بابا مغز نفس سرت کن تلویزیون رو برکن بری برباب این چطور نماز مادرت کجاست؟ تو آمده اون اتاقه خانم تو که بایستادی هنوز تلویزیون میبینی بدو بدو مدرسه دیر شد بدو 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 کتاباتو برداشتی؟ بله برداشتم ارباب باز که رفتی سراغ تلویزیون بشین بابا بشین بابا جان شما که افتوش کن بودی بجو بجو بیا بیا بودو بیا برو تو این روز از مدرسه خبر نیست بودو بابا سلام علیکم آجم علیکی سلام به این طفل معصومه ناشتایی دادیم ناشتا بابا خدا هیچ خونه ای را بدون زن نگذار بیا مادر این لقمانو بذار تو کیفت رو پوشت هم که دوگمه هاش خوب نبستیم خاله زهرا من میواد مدرسه امروز نمیشه فردا خاله زهرا بیاد بعد آقا سید برو زنت هم امروز ورشتا بیا خونه نگذار نگرش دارم بیمارستان چشم آج خانم فقط اگه زحمت بکشین بچه کوچیک را نمیدن تو بیمارستان گفتم یک لطفی بکنیش حرفا میزنی آقا سید من با این زانه درد میتونم از پس بچه بر بیام من اگه زحمت در نمی کنم ببخشی سلام علیکم ببخشید تازه خوابش برده طفلی خیلی بیقراری میکرد همش دلتنگ بچه هاشه شما شوهرشی؟ بله بله خدا عافیت بده انشاءالله خیلی ممنون سلام علیکم الحمدلله بهتری شکر خدا آقا سید جانم من ببر خونه بچه ها تنها گناه دارم به خدا چشم شما اجازه بده ببینیم دکتر چی میگه چشم شما اینجا چی کار میکنین؟ سلام علیکم گفتم تو این اتاق چی کار میکنین؟ اینجا بخش زناست بفرمایید بیرون آقا سید شوهرمه شوهر شماست شوهر بقیه مریضا که نیست بفرمایید بیرون فقط ساعت ملاقات آسیم تو بزن بعد ببخشید نباشیم ما دیشب آمدیم اورژانس نگفتن چیه حتی آزمایش هم دادیم منتها گفتن باید پزشک متخصص ببینن رود نمیشه منو نگاه کنی ولی خوب تو بخش زن رو جلوم میدی حواسم نبود حق با شماست من که عذرخواهی کردم خانم دکتر توصیفیان دکتر خانومت اونجا صبحم ویزیتش کردم میتونی از ایشون بپرسی خانمای دانشجوی پرستاری دقت کنید این نوع بیمارا مراقبت ویژه‌ای لازم دارن سلام علیکم سلام من شوهر خانم معینی هستم خانم معینی زهرا سادات معینی کدوم اتاق همین 403 گفتن شما دیدینش آها اون خانم جوانی که متاسفانه مشکوک به ام اس خانم شماست MS؟ یک بیمار مشکوک به MS براتون اومد جالب باشه بیاید ببینیدش بیماری MS در خانوم ها شایع تره به خصوص در خانوم های جوان هر بیماری هم مشخصات خودشو داره یعنی چی؟ یعنی هم علائم بروز بیماری
هم ادامه بیماری ممکنه با هیچ موردی مشابهت نداشته باشه. ظاهرا این بیمار از چند ماه پیش دچار دوبینی میشه. بعد هم بی‌حسی نوک انگشتان دست، بی‌حسی عضلات پا. البته مریض و خانواده‌اش این مسئله رو جدی نمیگیرن. فکر می‌کنم دچار خستگی شده. اون حمله اول بوده. یه حمله خفیف تا اینکه دیشب دوباره یه حمله دیگه صورت می‌گیره. علائم عصبی واضحه. اختلالات تعادلی، ضعف اندام‌ها، اختلالات بینایی. اما تشخیص قطعی با ایمالای ممکنه. بسطون فقرات. از روی ایمالای میشه. ببخشید خانم دکتر. جانم این چیزایی که فرمودیم زهر و صدا تو عرض میکنم یعنی چی؟ خانم شما مشکوک به بیماری MS. البته باید MRI بشه تا مطمئن بشیم. بله حقیقتا من اطلاعات پزشکی ندارم. این MS چی هست؟ MS یه نوع اختلال عصبیه که ممکنه منجر به فلج بیمار بشه. البته هنوز چیز قطعی نیست. فعلا چند روزی مهمون ما هستن. انشالله که مسئله مهمی نباشه. شما عکس اتاق 402 رو آماده کنین، یه آمپول مسکنم بزنین به اون حاج خانم. مراقبش باشین بیشتر. ایشون از آشنایی دکتر صالحی هست. چشم دکتر. شما شغل چیه؟ من طلبه هستم. آخوندی؟ نه خیر، عرض کردم طلبه هستم، درس میخونم. خب فرقش چیه؟ بالاخره آخوند میشه دیگه. ببخشید خانم دکتر، گفتن زهرا سادات داره فلج میشه؟ پس تکلیف ما چی میشه؟ امیرعلی، امیرعلی بچه‌ته؟ خانم پرستار! زهرا خانم کجا داری میری؟ زهرا صدام! حسین نور چی شد؟ تو رو چند تو نه عزیزم؟ بذار تو خونه خودم بمیرم! آره رو اینجا بگیر! خودش خودش شما برو اومد! خانم بالی زنده بقلش رو بگیر. آره حسین تو رو خدا تو رو جدت من رو بزن عزیزم هیچی نیست! آروم باش! آروم باش! علیکم سیه. علیکم السلام. بهتر انشالله. شکر خدا. حالا دعا کن دیگه، همین دعا کنیم. هرکس دار ما که نقدر فقط دعا بردیم و کمپورت. خدا بهشون صبر بده. آقای خادم نیشابوری به بخش زنان. سید شما رو صدا میکنه، معروف شدی یا؟ همین یکی رو داری آج آقا؟ نه خیر، دو تا بچه هم دارم. معلوم نیست چه بلای سر این بیچاره آوردی که به این روز افتاده. بله؟ اینا رو باید از داروخانه بیرون بگیری. ببخشید، امکانش هست یه چند لحظه ببینمشون؟ بردنش امارای. این بنده خدا چند ماه مریضه. معلوم نیست حواست کجا بوده. شرمنده امید آقا. بریم دوا خیلی گرم. سیه تو کی میخوای دست از این تعارفا برداری؟ چون به لب میکنی آدمو. تو این کسادی الحمدلله دیروز کاسبی خوب بود. آقا سید بفرمایید خدمت شما. ممنون. من اگه امری نیست پس پایین منتظر میرم. حاج آقا بیا اینا رو خودت براش ببر، فقط خیلی طولش نده، وقت استراحت مریض هست. خدا خیرتون بده.
یا الله یادت نره. با دکترت صحبت کردم، میگه یکی دو روز اینجا بمونی مرخصت میکنم. البته اینجوری بدم نشد، شما که تو خونه آروم قرار نداری، اینجوری یکم توفیق اجباری هم هست، استراحت میکنی. حالا بیا یکم ازی بخور، به قول اعظم خانم جون بگیری. زهرا صادق، تو با خدا گریه نکن، طوری نشده، یکم ضعیف شده بویم خوب میشه. ارواح خاک آقای خدا بیامرزد آقا سید، تو رو به جدم فاطمه زهرا قسمت میدم، شما یکی راستشو هم بگو. آقا سید، شما که هیچ وقت دروغ نمیگفتی، دارم فرج میشم ها؟ مرزیم لاعلاج شما بهم بگو، بس از امون خودت بشنم. تکلیف بچه هم چی میشه؟ عاطفه باشه. خدا ببخشی خانم سپیده. بله خانم سپیده، ما امروز خیلی به شما زحمت دادیم، اجرتون با خدا. من و زهرا صادق 8 سال عروسی کردیم. پس خیلی کوچیک بوده. شهرستان رسم خودشو داره. عرض میکردم تو این 8 سال هیچ وقت تنهاش نگذاشتم، به خصوص طاقت دوری بچه ها رو نداره. شما خودتون خانومی، حتما مادرم هستی، به هر حال این چیزها رو بهتر میفهمی. براش خواهری کنی، ممنونتون میشه. عاطفه خانم، مشق نداری نشستی پای تلویزیون؟ نوشتم. میسوزه. چی؟ میسوزه. چی میسوزه؟ زیر گازا کم کن. بابا گستره. دارم برات آش درست میکنم بابا. مامان کجاست؟ مامان مریض شده، باید یه چند روزی بیمارستان بخوابه تا خوب شه. به من گفته به عاطفه جونیش بگم این چند روز باید مواظب بابا و آقا امیرعلی باشه. مامان زهرا میگه سوپ برای مریضه، بچه‌ها باید ماکارونی بخورن. بله، اما از این آشی که من میپزم شما بخور، میفهمی که امیرعلی هم آش دوست نداره، ماکارونی دوست داره. دیگه عاطفه خانم داره بد اخلاقی میکنه، کلام میره تو هم. امیرعلی خودشو خراب کرده. میسوزه. کمش کردم. سینم میسوزه. امیرعلی بابا کار خرابی کردی؟ حالا باید چیکار کنیم الان؟ باید عوضش کنیم. حالا شما کجا میری؟ مامان داره گفته وقتی امیرعلی رو عوض میکنی من نگاه نکنم. بله آقا، بله. خب شماره امیرعلی رو در بیاریم. پوشکشو با نکن، بعد دهی تو عموم بشوریش. اروا بابا رو دستنها نذار، میخوام مشقام بنویسم. تو که گفتی مشقاتو نوشتی. میخوام دوباره بنویسم. من تو مجلس میکنم. امیرعلی بابا آفرین، تمیز شده. ببین یاد بگیر، یاد بگیر عاطفه خانم نشسته داره مشق مینویسه.
نوشتم تموم شد. امیرعلی بابا حالا پوشکت کنم با کلا. پسر بچه چی کار میکن دیش کرده؟ خسیت کرد باید لباسه تو را بشوری. سوخت قضا سوخت. سلام علیکم آج خانم. بفرمین تو بفرمین. زحمت کشیدین آج خانم. قضا بود خیلی میدونم بویش خونه رو برداشته. بسم الله. بیا عربا بیا خدا برات رسون. قضای ازم خودم دوست ندارم. ناشکری نکن بابا خدا قهر میکنه. بد مزه است. دیگه داری حوصله‌مو سر میبری. بیا بشین قضا تو بخور. تلویزیون خاموش کن. اون تلویزیون خاموش کن. بیا اینجا خاموش کن. بیا بخور قضا تو. یه چند روزی مادرت نیست عوضی که کمک من باشی هی بهانه میگیری. بخور داغه. غذا بخور بابا چاق بشی. بخور بخور یک کم. ای بابا الان میل نداره. الان امیرعلی سیره. بابا بخوره. بخور بابا بخور الان داغ نیست دیگه. بخور. چی میگی پدر صلواتی؟ من نمیفهم. ارباب بیا ببین داداشت چی میگه. نانای نای میخواد. نای نای چیه؟ روزایی که شما نبودی بعضی وقتا مامان زهرا پردارم کسی به اون نانای نای میکرد. دست زهرا صدا درد نکنه. همین مونده ما برای شما نای نای کنیم. چیه مگه خیلی هم خوبه. حرف نباشه برو تو اتاق بخواب. بیا بابا بیا. آب میخوای؟ نه خیلیم. مامان زهرا میخوام. مامان زهرا باید دو روز بیمارستان بمونه تا حالش خوب خوب بشه. تو این دو روز هم دختر بابا باید خوش اخلاق باشه. مراقب آقا امیرعلی و باباشم باشه. موقع خوابم دعایتش نمیره. چه دعایی؟ باید دعا کنی که خدا مامان زهرا رو خوب کنه که زودتر بیاد پیش ما. خدا الان بیداره؟ خدا؟ خدا همیشه بیداره. بخواب.
سلام علیکم آیدا خانم. سلام. مامان بزرگت کجا؟ پاش در میکنه. سلام علیکم آج خانم. بلا دور انشالله. دیشب تا صبح نخوابیدم از پادر. خدا عافیت بده. من داشتم عاطفه رو مدرسه من نوبت بیمارستان دارم. موندم که چی جوری 3 ماه پیش نوبت گرفتم. چی جوری خودم رو برسونم بیمارستان. خدا همه مریضا رو شفا بده انشالله. عاطفه بده بابا دیر شد. اومدم. بزرگ شدم خودم میتونم برم مدرسه. گم میشی بابا جا مگه عروض با مادرت نمیرفتی؟ سلام. گم نمیشم راه ها بلدم خودم میرم شما نمیخواد بیا. کجا میری بابا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید درس های آج آقا رحیم کجا برگزار میشه؟ تو اون مدرسه. ممنون. اما فکر میکنم مباحث آج آقا رحیم یه قدری برای آقازاده سنگین باشه. فکر نکن باید بشینی انبان آجا با بر کنی بعد را بیفت. اگه سنگین بشی که دیگه نمیتونی قدم از قدم برده. ولی اگه به حرف خدا دل بدی میبینی که خدا چجوری راهت رو روشن میکنه. بچه داشت از پشتبون میفتاد هیچ کس هیچ کاری نیست. یه پیر مرد ساده دل روستایی که اونجا بود سرش بلند کرد رو با آسمون و گفت خدایا خودت نگهش. بچه همونجا میونه زمین و هوا موند. مردم ریختن دورش که تو کی هستی و معجزه و کرامت و این حرفا. پیر مرد همینطوری هاج و واج موند. گفت مگه باید غیر این باشه؟ خدا هر چی به من گفته گفتم چشم. منم هر چی به خدا بگم روم و زمین نمیندازه. یه پیر مرد ساده روسته نه فلسفه خونده نه سر از علوم غریبه برآورده نه اهل ریاضت و چله نشینی بوده. فقط راست و حسینی به هر چی فهمیده عمل کرد. هی علم رو علم، ثبات رو ثبات، سیاهی رو سیاهی، اما عمل نباشه چه فایده؟ به جای اینکه جمع کنی بریزی. اصلش نوره. سلام علیکم آجا. سلام علیکم و رحمت الله. بهتر نیست این کارهای زنانه رو به اهل منزل واگذار کنی؟ آقا جون شما کارهای واجبتری داری که بعد انجام بدی. حرمت این لباس حفظ نمی‌کنی؟ به خاطر رضای خدا حرمت این مدرسه رو داشته باش اقلن. اون طرف خر از شیطون بعد از ندونسته ها. اول حساب داشته ها رو میرسن بعد حساب نداشته ها. نمیشه شما یه امروز مراعات باباتو میکردی؟ تازه رسیده بودیم به جای خوبش. پاک آبرومونو بردی بابا. حالا چه عجله‌ای بود. حمید آقا یه آشنایی تو بازار فرش داشتی؟ هنوز باش مرابطه داری؟ خیره انشالله. میخواستم اگه بشه قالیچه رو پیش فروش کنم. مادر امیرعلی که بنده خدا گرفتار دوا درمونه. نکنه خودت یاد جوانی یاد کردی. بالاخره باید این روزا رو گذرون. آن خیره فی ما واقعا. علی آقا سید بس طلبه‌ای با فهم و کمال تیم شما کار زیاده. چرا منبر نمیری؟ میخوای برات ردیف کنم؟ وقت برای این کارا زیاده. شما نقدن یه مشتری برای قالیچه دادی. متاسفانه حاج آقا حدسم درست بود. نتیجه امارای و نتیجه آزمایشا بیماری MS همسر شما رو تایید میکنه. خیلی آروم شروع شده ولی الان در حال پیشرفته. این بیماری ناشناخته است. درمان قطعی هم نداره. فعلا با دارو میشه جلو پیشرفت بیماری رو گرفت. یه چند روزی مهمون ما هستن بعد میبرنشون خونه. دواهاش هم خودتون بهش بدین. دعا هم فراموشتون نشه. خانم من میرم اتاق دکتر عبدی. اگر منو کار داشتین صدا کنم. باشه خانم. حاج آقا این لباس خیلی بهتون میاد. چرا همیشه نمیپوشین؟ بعضی وقتا به درد میخوره.
اگه بخواین میتونین یه دقیقه بریم ببینینش. قبول باشه. قبول حق. کاش بچه هارم آورده بودید. والا قدغنه. خودم هم به زور را میدم. میگن فقط ساعت ملاقات میتونه بیاد. ساعت ملاقات هم بچه ها راه نمیدن. با دکتر حرف زدی؟ نگفت من چم شده؟ والا با دکترت حرف زدم. میگفتش که آقا سید تو رو خدا راستش بگو. زهر صداد من کی تا حالا به شما دروغ گفتم؟ دکترت گفت یکی دو روز دیگه مرخصت میکنم، فقط یه شرط داره. دکترت گفت وقتی زهر صداد برگشت خونه برای بچه ها نای 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 کنه. حالا شاید منم بود. ای وای خدا منو بکش. سر به سرم میذاری؟ خواهی من از خجالت بکشی؟ از سفر الله کسی واسه بچه ها نای 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 کنه خجالت نداره که. اذیتم نکن بچه ها. بیای تهران خواهر جان، بیای تهران. بالاخره ببین شما دوتا خانوم حرفمو بهتر میفهمید. نه خب بعضی کارا از عهده ما بر نمیاد. زهر سادات هم که اینجا کسی نداره. بره چی آخر برج؟ خدا نگهدارشون باشه. نه خیر خیر، باز اگه تونستی بچه ها رو بسپری به والده احمد آقا خیلی خوب میره. سلام علیکم آیدا خانوم. پاشا ببین کی اومده. بیا تو عمو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آفرینمو باریکلا. چقدر خوب قرآن میخونی. کی بهت یاد داده؟ اعظم خانم یادت داده؟ نه خاله زهرا یاد داده برام. جانم بابا 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 گریه میکنه. نه نه میکنه. پس اقلا پاشو هر با پردار بکش. و آن راز توی این تو همان موجودی است که مخاطب هر عین قرار. دو تا قهوه ی دو تا آبی. هیچ موجودی خدای جز پروردگار خواست خویش ندارد. سبز سبز
آدمی را چهار نفس است و هر یک را مرتبه نفس نامی نباتی، نفس حسی حیوانی، نفس رحمان، نفس رحمانی همان جوهری است که صور وجود مادی و معنوی در آن منکشف شده است. رحمت الهی دو ساعت دارد آبی، حالا دو خونه قرمز، یک ساعت آن مترادف است با حقیقت بود، یک ساعت آن مترادف است با موهبت وجود که حق آن زهرا سادات خواب تشریف دارم. ببین کی اومده. دیگه اخماتو با کن، اینم بچه های خوشگله. آقا سید رضاتون هم براتون گل آورده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام از خانم. بهترین ایشالله. شکر خدا بهترین. چرا زحمت کشیدی؟ چلا زودتر که سالات رفت بشه تشریف ببریم منزل. بفرمایید، شیرینی بفرمایید. یا الله صاحب خونه. با اجازه. اینی که میگن زن دوم از اوجب واجبات. بله، ما تو واجبش هم موندی. خیلی خوب، خوش کن میبرون مهمون داریم. بد نیست، زیادم جالب نیست. تازه کاری؟ نه خیر، اختیار دارین. سالهاست خانوادگی تو کار فرشن، البته بیشتر خانوادهشو میوافن، تو اینو زحمتشو سید کشیدی. بازار خرابه، خیلی سخت بشه ردش کرد. اگه تو شب عید بتونی تمامش کنی یه کاریش میکنم. نه آقا، نه حاج آقا، تا عید که توکل به خدا تمامش میکنم. پس معامله تمومه، اینم پیش قسطش. به به، مبارک باشه حاج آقا، انشاءالله نقدن خداوند تو بهش جای دنج و آروم نصیبت کنه. اگه چیزی کم و کس داشتی به این آقا حمید بگو میدم برات بیاره. لطف کردین حاج آقا. هستم خدمت. اول فوت کنید بعد بخورید. خدا حافظ. خدا پشت و پناهشو. ارباب شام بریم بیرون. آخ جون، پیتزا. اومده، بکش. اومده، حالا هلو برو بگرم. سین، این مادر هم نهی گفتی هوای ما داشته باشه؟ بله دیگه، از همون لبخند ملیت معلومه اصلا نمیشه رو شما حساب کرد. آقا شما نگران نباش، گفتم. گفتی؟ ایشون باهاشون صحبت کرده، گفتن اجازه بدین یه چند وقتی ما فکرامونو بکنم. نه همین دیگه، همه بدبختی ما سر همین فکر کردنه. فکر میکنم میگن نه. شما توکل کن به خدا، فعلا قضا تو بکن. من هر سادم عقب افتادم. بچه ما بیدار از پیتزای خودتون بدید. Oh.
استاد چرا افتادی؟ گفتی بیام کمک. دست شما درد نکنه، خودم میتونم بیام. زهرا جان بیا بشین، برم برات یه چایی بریزم. این مدت خیلی به سختی افتادی ها شما. شما که از این تعارف ها بلد نبودی. تجویز خانم دکتره؟ دلم برای لالایی گفتن تنگ شده بود. دیگه از فردا میتونی بری به درسات برسی. این روزا که همش گرفتار بیمارستان بودی. حاج آقا رحیم کسالت داره، فعلا درس و بحث ما تو خونه هست کنار شما. اگه خسته شدی میتونی بیرونم کنی. قالی بافیتم که خیلی خوب شده. آقا سید میگم که شما چیزی عاطفه شما. بچه هست زهرا سادات، مادرش رو ویلچر دید جا خورد، عادت میکنه. حالا شما چای تو بخور تا من برم قرصاتو بیارم. فردا میرم آمپولاتو میگیرم. خانم دکتر گفت تا یکی دو هفته آمپولاتو بزنی خوب خوب میشی. به قول حمید آقا نقدن با یه قرصا سر کن. ارباب راه بلدی میخوای من نمیام مدرسه؟ نه بیا. میگم ارباب این چی کلکی شما سوار میکنی؟ هر وقت ما یه لباسای تنمونه همچی مثل باد میای که ما بهت نرسیم. هر موقع هم که ما همینجوری در خدمت شماییم دست ما رو صف میچسبی که فرار نکنیم. ها بابا زهرا سادات، زهرا سادات، دارین چی کار میکنید؟ زهرا سادات دوازده تا آمپول مصرف یه ماهشونه، با بیمه میشه سال 10,000 تومان. بدین زحمت بکشین بدین. ببخشید یه زحمتی میکشین، از این عصای هست که تا آرنج میاد، از اونا هم میخواستم یه دونه؟ نه دیگه همون دوتا. ببخشید یه لطفی میکنی از اون بروستا به این بدین؟ کدوم رنگشون؟ صورتی ها رو بدین. تو کجای زهرا سادات؟ یادت دایی سادات دارین چه کار میکنین با خوده؟ چرا راه افتادین؟ شما باید الان استراحت کنین. میخوام برای بچه هم ماکارونی درست کنم، از مدرسه میاد عاطفه گفتش. بابا ظرفا را چرا ریختین؟ گفتم آقا سید سبزی بخر و آش درست کنم برادون. بچم آش درست نداره، آش درست نداره، ماکارونی میخواد. ماکارونی چی؟ وای سایی مریضی موری استراحت کن. آه.
چرا لغوازه میکنی مادر؟ شما برو استراحت کن مادر جان، من خودم براتون ماکارانه درست میکنم دیگه. بلند شو مادر، بلند شو عزیزم، بلند شو مادر، اشکال نداره، من خودم اینجا رو تمیز میکنم. چرا فقط خودت اینطوری میکنی؟ من هرچی میفهم خودم درست میکنم. بیا برو تو اتاق، بر شیطان لعنت. چرا راحتم نمیذاری؟ مگه پات درد نمیکنه؟ بیا برو خودتون. بعد وقتی خودم ببینم تو چرا زل زدی به من؟ بیا دست ماما بزرگتو بگی برو خونه، زل باش. بیا برو تو اتاق. آقا سید کجاییم؟ ببین چی اوضاعی درست کرده، من که از پسش بر نمیام. خودت بیا یه کار درست کن. لا اله الا الله، نهلت پرشید. دست من نزنیا. به خود اگه دست من نزنی خودمو میکشم. آقا سید میبینی دیوانه شده؟ شما باید ببخشی آج خانم، بفرمه شما، من باش صحبت. دست درد نکنه امو جان، برو برو کمکی جان. بابا جان آج خانم خیلی باید ببخشی، من شرمنده. زهرا سادات زهرا خانم راست میگه، فکر کنم دیوونه شدی. بابا رو میخواستی؟ آشپزخونه چرا به هم میریزی؟ کار منو میخوای زیاد کنی؟ حالا میگی بفهمم چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ خاری ازی بیشتر که به روم میاری، آشپز خونم شما باید جمع جور کنی؟ دارم فرج میشم، نمیبینی؟ دستان جون نداره، پا مال خودم نیست، یه غذا نمیتونم برای بچم درست کنم، همین یه ماکارونی ساده. زهرا جان همه مریض میشن، مریضی مال آدمیزاده. شما هم یک کم استراحت میکنی، دواهاتو میخوری، توکل به خودت تا چند وقت دیگه خوبی. فکر میکنی من بچم؟ میخوای من رو گول بزنی؟ فکر نمیکنی من میفهمم که دل برام میسوزه؟ چرا یه دیگه گوشت؟ خدایا چرا نمیکشی رو آدم کنی؟ حق فاطمه زهرا خفتم نده، به تو عزت بدیم. زهرا سادات چرا کف میگی؟ خدا قهرش میگیره، ناشکری نکن، به فکر زندگیمون باش. برو به براستایش کن، اصلا برم گردو نیشابور، خسته شدم، اصلا طاقت این خونه رو ندارم، خسته شدم. خسته شدی؟ منم خسته شدم. خیال میکنی خیلی به من خوش بگذره؟ این کتابو میبینی؟ یک مال لاشو باز نکردم، کارم شده پخت و پز و کنشوری بچه ها، تو که همه شو اوناله میکنی. خیر سرم آمدم درس بخونم، این شده زندگیم. میخوای بری نیشابور؟ میبرمت همین فردا، میبرمت، میبرمت میذارمت اونجا، خودم یه گوجره میگیرم میشینم سر درس و بحثم، این همه طلبا. بچه ها را میدم به مادرم آبجین. خوبه ها؟ همین رو میخوای ها؟ همین رو میخوای؟ منم همین رو میخوام. همین رو میخوای تو هم؟ چه خبر آقا سید؟ شما دیگه چرا صلوات بفرست؟ اله هم مشار وادینن داولی بیزه دست ریلی بزنه دست ریلی نخبرد مگه؟ روم سیاه آقا سید، حرارم کن. اینجوری حرف نزن، دلم میگیره، شما باید منو ببخشی. زنت شدم که خدمت اولاد پیغمبر رو بکنم، حالا شدم سربارت. اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد، این همه سال شما جور ما رو کشیدی، یه چند وقتی هم ما خدمت شما رو بکنیم، اینجوری اقلا حواسم به دور و برم جمع میشه. شما تا حالا سر ما داد نزده بودین، ماشاءالله صداتونم. خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم. البته شما هم کم نیوردی.
تو رو به خدا بروم نهر، دست خودم نبود که. حالا من که هیچی، این بند خدای اعظم خانم که به سکته انداختی. خدا من بکشه، احترامشو نداشتم، باید یه جوری از دلش در بیارم. این هم شیرینی بعد از دعوا. قشنگه آقا سید، شما اینقدر خوش سلیقه بودی؟ این به سر شما قشنگه. این هم دوتا عصا، خیلی راحت، زود بهش عادت میکنی. برای آمپولات هم گرفتم، باید بریم درمونگاه. این هم هست. چقدر خوش رنگه این، برای موی عاطفه. برای شما گرفتم، دوست دارم جلو خودم موهات شونه کنی. آقا سید میبخشین، میشه عاطفه رو صدا کنی؟ کارش داری؟ میخوام برم دستشویی. دستو بذار رو شونه هم، خودم میبرم. چیزی شده زهرا صداد؟ باز که شروع کردی، مگه قرار نشد؟ روم سی آقا سه، اختیار خودم ندارم، فرش شروع کن، نجس شده، باید بشوریش. ببخشید آج آقا، حقیقتش یه مقدار دستم تنگه. گفتم این روزا دست همه تنگه، حالا باز اگه تموم شده بود یه کاریش میکردیم، اما اینجوری که نمیشه. ما یه پیشخستی هم دادیم، ولی معلوم نیست شما که کار تموم کنید. این چه حرفی آج آقا، الان که شب عید نیست، زودتر تحویل میدم. اول ما خوبه؟ نه اول ما کنم. شما نگران نباش، تمومش میکنم، اول ما فرشو میارم. این شد یه چیزی، اینجوری واسه خودت هم بهتره، زودتر به پولت میرسی. الحمدلله موزه زحمت خودتو داری میگیری، حقته. اما مومن واقعا انقدر قابل ندارستی که کم و کسری داری به من بگی؟ علیکه سلام، چیکار میکنی پدر صلواتی؟ واسه خاله زهر از دعا کنم حالش خوب باشه، نمیاره. دعا کن دعای تو مستجاب باشه. چی به درخت؟ ای ربی من دیگه غیرک.
ساعت دیگه میام دنبالت. حاج خانم جون شما و جون بچه. آقا سید خیالت راحت باشه. هم زنتو مواظب باشم هم بچه‌تو مواظب. سلامت باشی. شما برو یه هوا بخور. سلامت. تو خدا نری خود روشی سر حال. شما نگران من نباشید. شاید دارم مدرسه میرم. بچه‌م بده من. حاج آقا این بهتر شده. میام دنبالت. سلام علیکم. سلام علیکم خانم. بارو که فراموش نکردیم. اختیار دارین چه فرمایشیه؟ ما شرمنده زحمات شما هستیم. با اجازه. کجا رفتی حاج آقا؟ بچه ها خونه نیستن، رفتن همین بغل بر. پس خدا رو شکر زهرا سادات حالش بهتر شده. بله الحمدلله. چه قشنگه. اینو زهرا سادات میبافه؟ بله. یعنی با هم میبافیم. چه خوب که با هم کار میکنی. اینجا اتاق شماست؟ چه میز بامزه‌ای. اگر رفته بیرون پس حالش خیلی بهتره. بعضی اوقات پخت و پزم میکنه. معلومه خوب مراقبش بودی. الحمدلله خوبه. البته با اثار آمین اونا رخت خواب. دوستش داری نه؟ پس دوستش داری. خوش به حالش. یه وقتایی بهش بگو این حرم امام رضا هست؟ بله. قشنگه. خونه جمع و جوری داریم ولی یه حال خوبی داره. آدم رو یاد بچگیاش میندازه. این کتاب درباره ام اس بیماری زهرا سادات. گفتم شاید به دردت بخوره. دست شما درد نکنه لطفی کردین. خیلی دلم گرفته بود. گفتم بیام پیش شما شاید حالم بهتر شه. احمقانه است. تو بیمارستان یکی دو بار با زهرا سادات حرف زدم. یه جوری حرف میزنه به دل آدم میشینه. نه ایمدن. من دیگه باید برم. به سلام برسونی. از طرف من ببوسینش. اصلا تا حالا خوشبختی یعنی دیدن چیزای کوچیک. اینو زهرا سادات بهم گفت. امروز مرخصی گرفتم که برم دادگاه. بعد 5 سال. نرفتم. خیلی دوستت داره. مراقبش باش. بهش بگو به حرفاش خیلی فکر کردم. حق با اونه. الان میام کفشت در بیارم. فریم با تو چبوه خوبی میاد. خب ارباب تعریف کن ببینم. خوش گذشت. برام دعا کردی؟ عاطفه جونی ماما مگه شما مش نداری که نشستی پای تلویزیون؟ آقا سید میگم ماشاءالله خیلی بهتر از من میبافی ها.
داری شکست نفسی میکنی؟ میگم که امروز توی ختم انعام دختر همین همسایه بغلی رو دیدم. بنده خدا شوهرش تو تصادف مرده، بچه هم نداره. به نظرم دختر خوب بسازی اومد. اگه برای حمید آقا میخوای دست آستین بالا بزنی، الان حواسش جای دیگه است. اگرم میخواد آدمی زاده دیگه، کی از فرداش خبر داره؟ خدا رو خوش نمیاد این طفل معصوم و بی مادر بمونه. شما نمیخواد نگران من باشی، من خودم به فکر هستم. چند وقت بود میخواستم بهت بگم، خدا رو شکر خودت شروع کردی. من یک نفر در نظر گرفتم، خانوم محترمیه، برو روشم به از شما نباشه بد نیست، یعنی میشه گفت اصلا قشنگه. البته جای شما رو که نمیتونه بگیره، آدمی زاده دیگه. زهرا سعادت، میخوای ما رو بکشی؟ بذار سلامه، بذارم زمین، بعد به فکر هواخوری باش. هواخوری کدومه؟ شما خودت گفتی. من یه حرفی زدم، شما چرا هول کردی؟ زهرا سعادت، شما دلت میاد آقا سیدت تنها بگذاری؟ شما که نامهربون نبودی. شما که نبودین خانم پرستاره آمد، خدا خیرش بده، دلنگران شماست. این کتابم آورد. حالا بگو ببینم این کاغذا چیه دسته؟ کارت واکسن امیر آقاست، واکسن 2 سالگیش مونده، یه وقتی دیر نشه. این هم نسخه چشم شماست، همون نسخه قبلیه، ولی یه ماه دیگه نوبت گرفتم. وقتی که میری باید اینو به خودت ببری، چون که اصلا به فکر خودت نیستی. میترسم خرجم کار دست خودت بدی. آزین جان، بچه هم مادر میخوان، شما که نمیتونی باید به درس رو برسی. فقط تو خدا خیلی هم قشنگ نباشه، من از خود صدق میکنم. ساعت چنده؟ 8:30. مدرسه عاطفه. ازم خانم داشت میرفت بیرون با خودش بردش. دستت بده. چی؟ دستت. چیز مهمی نیست. اون وقتایی که توی کارگاه کار میکردیم
شبای عید یا وقتی که عجله بود دستمون رو زخم کردیم تا صبح روش نمک میپاشیدیم. بیبیم یادم داده بود میسوخت، خیلی میسوخت، اما تا صبح کار میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بد نیست، خیلی هم جالب نیست. خب بعدی رو کی شروع میکنی؟ با اجازتون یه مدتی نمیخوام کار کنم، تا خدا چی بخواد. سید قضیه چیه؟ اگه نگران پولشی باکی نیست، این یکی رو این ورسال تصفیه میکنم، پیشقسط بعدی رو هم بهت میدم. به به، دست شما درد نکنه. من فکر کنم که دیگه بس پول نیست آقا. پس موضوع چیه؟ ما بعد حسابی کردیم یا مشتری دیگه پیدا کردی؟ آقا سیه، خیلی ها در باغ سبزشون میدن ولی وسط کار لنگت میذارن، اونم تو این کسادی بازار. فرش ماشینی شده آفت هر چی قالی بافه، سر قیمت با هم کنار میان. ما که نمیذاریم سید اولاد پیغمبر از دست ما ناراضی باشه. شما معجله نکن. نمیدونم چی شده، چند روز کاسبی کساده، انگار هیچ کس در دماغ اسباب کشی و اینجور کارا رو نداره. از مدرسه چه خبر؟ اتفاقا شیخ کاظم سراغتو میگیره، گفت این سید ما مثل اینکه اونجوری هم که به نظر میرسید دلبستگی مشق و درس نداره. گفتم آره. بچه ها دلشون گرفته، قبلنا مادرشون میبردشون گردش. میگم حمید آقا اگه این جمعه هوا آفتابی بود بریم یه طرف، کوهی، دشتی. طیب الله، چی بهتر از این؟ حمید آقا اینا خوب اندازش دیگه. نه بابا درشته، اونا مغزش خام میمونه. خوبه دیگه، سخت. آقا سید شرف می صحبت کردیم. به به، مبارکه، سلامت باشی. حله دیگه، 50% ما حله، 50% اونا گفتن بد فکر کنن. مبارکه بابا، اما اصلا این فکر کردن فکر میکنم. اما همین توپا بنداز. خیلی خب الان یادتو بیدم چجوری توپ بازی میکنم. بوده بیا وسطی، من وسط با میستم، تو باشتیم، تو باشتیم، فقط آروم بزنی یا درد داره. محکم، زیر پشو بیا، اینه من رو غریب گیره بردم. پشو بیا، آقا صف کن، یارو من اونجا باش داده. صف کن، بول گرفت، بول گرفت، سر دم، سر دم، سر دم، یا محکم، سر دم، 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 سر دم. بیا بگی بگی بیا 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 بگی
پیر شد زهر صداد. خدا کنه که پیر شی به حق دارد. چه بوی خوبی داره، شما خودت هم خوشت میاد؟ مگه میشه خوشم نیاد؟ شما برام خریدی؟ فقط دلم نمیاد بذارمش، میترسم تموم بشه. خیلی وقت برام قرآن نخوندی، میشه بخونی؟ رحمان الرحیم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، فاذا فرقت فانثب و الى ربک فارغب. چرا اینجوری به نگاه میکنی؟ دوست دارم، خیلی دوست دارم. یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست. معلومه که نیست. آنچه تو گنجش توهم میکنی، از توهم گنج را گم میکنی. کل قضیه خلاصش یک کلمه است. تو بگو کلید، بگو رمز. اینقدر که میپیچونی پیچیده نیست. خداوند متعال رمزشو تو یک کلمه به موسی علیه السلام فرمود. علیکم السلام. فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر من. این که فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله، یعنی همین دوست داشتن واسه خدا. یعنی هر کیو خدا دوست داره تو هم دوست داشته باشی، یعنی ترازوی دلت بشه خدا. محبت واسه خدا، نه واسه چشم و ابرو و خط و خال، حتی نه واسه دل خودت، فقط واسه خدا. اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن، واسه اینه که به خاطر خدا نکردم. اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مغربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد. اون کیمیا که همه دنبالش میگردن محبت، باقیش بیراه هست سنگلاخه. حالا فهمیدی قربونت برم که چرا میگم بشوی اوراق اگه هم درس مایی؟ ها، که علم عشق در دفتر نباشه.